سرخط مهمترین گزارش های امروز. ضربه مهلک جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود به پیکر نیمجان مولوی مهدی. جنایات وحشتناک طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل. پس از حمله جبهه مقاومت، طالبان 25 غیر نظامی را در ولایت کاپیسا بازداشت کردند. دستور طالبان به دکانداران پنجشیر: در دکانهایتان بیرق طالبان را نصب کنید. تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری نشست علما. طالبان در بام خانه های مردم سنگر گرفتند. و نیروهای طالبان دو اسیر جنگی را در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور تیرباران کردند. سلام دوستان، به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تا آخر این ویدیو با ما بوده و برای حمایت از ما کافی است چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری نشست علما. طالبان در بام خانه های مردم سنگر گرفتند. در آستانه برگزاری نشست عالمان دین در کابل، طالبان برای تامین امنیتی نشست بر بام خانه های مردم سنگر گرفتند. منابع در شهر کابل روز دوشنبه 6 سرطان با خبرگزاری روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان بر بام خانه های مردم در اطراف خیمه لوی جرگه تا ارتفاعات دورتر مستقر شدند. شمار از باشندگان سایه گردنه باغ بالای شهر کابل نیز حضور افراد طالبان را از دو روز به این سو بر بام بعض از خانه های مسکونی در این ساحه تایید کردند. باشندگان محل میگویند طالبان به خانواده ها گفتند کانون برای تامین امنیت خیمه لوی جرگه موظف شدند. پس از حمله جبهه مقاومت، طالبان 25 غیر نظامی را در کاپیسا بازداشت کردند. جبهه مقاومت از حمله بر یکی از مواضع طالبان در ولایت کاپیسا خبر می‌دهد. یک عضو ارشد این جبهه روز دوشنبه 6 سرطان در صحبت با روزنامه 8 صبح می‌گوید که این حمله یک شنبه شب 6 سرطان در روستای کلکان از مربوطات حصه اول ولایت کاپیسا رخ داده است. به گفته منبع، در این حمله 5 طالب کشته شدند و یک طالب دیگر زخم برداشت. در همین حال منابع مردمی در کاپیسا میگویند که پس از این رویداد طالبان جستجوی خانه به خانه را راه اندازی کردند. به گفته منابع، طالبان صبح روز دوشنبه 6 سرطان حدود 25 جوان و نظامی پیشین را از ولسوالی حصه اول کاپیسا بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. نیروهای جبهه مقاومت پیش از این نیز بر مواضع طالبان در این منطقه کاپیسا حمله کردند. دستور طالبان به دکانداران پنجشیر: در دکانهایتان بیرق طالبان را نصب کنید. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان نصب بیرق این گروه در دکانهای ولسوالی عنابه را اجباری کردند. منابع روز دوشنبه 6 سرطان با فرستادن عکس و پیام به روزنامه 8 صبح میگویند که این دستور به تازگی صادر شده است. به گفته منابع، طالبان به دکانداران شهر هشدار دادند در صورت که از این دستور سرپیچی کنند دکانهایشان بسته خواهد شد. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند. نیروهای طالبان دو اسیر جنگی را در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور تیرباران کردند. منابع محلی در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور میگویند که نیروهای طالبان دو اسیر جنگی را در این ولسوالی تیرباران کردند. منابع محلی روز یکشنبه 5 سرطان با خبرگزاری روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان دو تن از افراد فرمانده محمد مرادی به نام های عارف و آصف را که صبح روز یکشنبه در روستای دهن چاراسیاب این ولسوالی اسیر گرفته بودند در مسیر را تیرباران کرده و جسدشان را پایین جاده انداختند.
به گفته منابع در نتیجه حمله نیروهای طالبان بالای خانه فرمانده محمد مرادی، از فرماندهان پیشین خیزش های مردمی در روستای دهن چهارآسیاب ولسوالی لل و سرجنگل ولایت خور 4 تن به شمول شخص فرمانده مرادی کشته شدند. در خبرنامه دفتر رسانه های والی طالبان برای ولایت خور در مورد اسیر شدن این 2 تن از افراد فرمانده محمد مرادی چیز ذکر نشده است، اما از فرمانده محمد مرادی به عنوان همدست مولوی مهدی و باقی یاد شده است. منابع محلی میگویند که 2 تن از این کشته ها به دست نیروهای طالبان اسیر بودند که تیرباران شدند. نگرانی عفوی بین الملل از اعدامهای سحرایی و کشتار غیر نظامیان در بلخاب. سازمان عفوی بین الملل در تازه ترین واکنش به جنگ بلخاب گفته است که از اعدام غیر نظامیان در این ولسوالی نگران است و جهان نباید از افزایش نقص حقوق بشر در افغانستان چشم پوشی کند. این سازمان روز دوشنبه 6 سرطان در رشته تیویت های از آنچه که اعدامهای سحرایی در ولسوالی بلخاب خوانده ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفوی بین الملل افزوده است از گزارش های مربوط به اعدام های صحرایی و آسیب رساندن به غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب و ولایت سرپل به شدت نگران هستیم. ضربه ملحک جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود بر پیکر نیم جان مولوی مهدی. به نقل از رسانه ها، آیا جبهه مقاومت احمد مسعود با طالبان بیعت کرده است؟ با شهلور شدن جنگ در بلخاب، تمرکز طالبان از پنجشیر و اندراب برداشته شده، اما خبر از جنگ های چریکی نیست. براستی چی چیزی پشت پرده نهفته است؟ زمانی که طالبان در پنجشیر حمله نمود، مولوی مهدی در بامیان بود. انس اقانی از مهدی مجاهد خواست که با افراد خود رهبری جنگ پنجشیر را بر عهده بگیرد. مهدی مجاهد در جواب انس اقانی گفت: من هرگز در جنگ پنجشیر مداخله نمی کنم. آنجا هم زبان ماست و ما در 2 جنگ پسین، هم در بهسود و هم در بلخاب، هم در زمان جمهوریت و هم در زمان منافقت، جنگ بالای هزاره ها را تاجک ها رهبری نمود و این بار هم قرار بر این بود که جبهات جنگی علی طالبان گسترش پیدا کند و در عین شهلور شدن جنگ طالبان، حتی از پنجشیر، پروان، کاپیسا نیروهای خود را به بلخاب اعزام نمود، ولی جبهه پنجشیر کوچکترین حرکات از خود نشان نداد. جنایات وحشتناک طالبان در بلخاب. فوری مولوی مهدی همکنون در مرکز ولسوالی بلخاب در محاصره طالبان قرار دارد. او در ویدیویی گفته است که جانم در خطر است. از 4 طرف در محاصره طالبان هستم. آنها قصد دارند مرا زنده بگیرند، اما من هرگز تسلیم طالبان نخواهم شد. من تا آخرین لحظه می جنگم. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.